هرچند در 14 سال گذشته میلیاردها دلار از سوی جامعه جهانی با افغانستان کمک شده است، اما شورای مرکزی اتحادیه‌های صنفی میگوید که در زندگی کارگران کدام تغییر به میان نیامده است. شورای مرکزی اتحادیه‌های صنفی روز سه شنبه در نشست با مناسبت تجلیل از روز جهانی کارگر در کابل گفت که کارگران در این کشور هنوز هم با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنند. ککوجان نیازی رئیس این شورا می گوید به دلیل عدم توجه لازم به کارگران افغان، آنان با مشکلات جدی روبرو بوده و تعداد بیکاران در افغانستان به گونه روز افزون افزایش یافته است. وی می گوید امروز کار نیست و کارهایی که قبلا موجود بود آن هم اکنون نیست. در 13 سال گذشته سرمایه گذاری بنیادی صورت نگرفت. فابریکه ها و تصدی ها مسدود شد. 40,000 کارگر که در آن کار می کردند بیکار شدند. از جمله 3,000 فابریکه 40% آن فعال نیست. ما از حکومت می خواهیم تا فابریکه ایجاد نماید که مردم در آن کار کنند. در این نشست ده ها تن از اعضای اتحادیه های صنفی افغانستان اشتراک نموده بودند و از حکومت خواستند تا با مشکلات کارگران افغان رسیدگی کند. اتحادیه های صنفی می گوید در حال حاضر بیش از 4 میلیون تن در افغانستان بیکار می باشند و تعداد افراد بیکار در این کشور رو به افزایش است. شماری از کارگران افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند عاید یک ماهه آنان بسیار اندک بوده و حتی نمی توانند نیازهای اولیه خانواده هایشان را مرفوع سازند. لالگل یک تن از این کارگران در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت: ما نان خوش نمیافیم، 3000 روپا دو بجار ما میخلاست، یک رئیس جمهور ماشش 1,00,000 روپا افغانیست، از یک بیچاره شارواله از صبح تا شام دمنگست خور میدنه در دماغ ما اشکمه کشنه، ما شما 5,000 رئیس هم 5,900 ما 5,900 هم بگیرم پول برقه بدم یا کرای موتره بدم یا با چیچکه که مارد برنج بخرم. در این حال حسام الدین همراه معین وزارت کار و امور اجتماعی ضمن تایید مشکلات کارگران افغان می گوید به خاطر افزایش معاشات و بیشتر شدن امتیازات کارگران تلاش هایی را انجام می دهند.